امن صراعنا ظلوا باتحاد. يا ريد نفرة نوراك هو باتحاد. يا ريد نفرة نوراك هو باتحاد. اخفى الوطن بالنا وكلو دا زخم زراي در مالنا وكلو راضي چه بياساني جنت ري جلقو يو كور دا مين محبت ري جلقو يو كور دا مين محبت ري جلقو. امارات اسلامي چې دغه وخت راغلی دلته ډېر پیشرفت شوی ده، دلته سرک جوړېږي اوس. کلش خوش هستند، کلش بسیار خوشحال هستند، با واقعیت دمیگ تو عدالت برجاشت شد. فرصت یه وگرو فرصت ری جوگو لا تیر و تیر بشو هم دای وقت دای فرصت یه وگرو. نه اگه فرض کنیم یک ما کل مردم صفحات شمال و جنوب همه که راضی سن وطن پالنا وکلو دا زخم زرای در مالنا وکلو. واقعا هم ما و شما در طی 20 سال هیچ نوع آبادی را نیده بودیم و همچون آبادی که حال روان است. دلوی مهربان رب سپیسیلی نامد میل تلویزیون قدرمون لیدون کو اسلام علیکم ستړي مشي خرغ لاس د خار هنداري خبرونه ده. د هیواد په هر برخه کې تاسو ګورئ چې آبادی روانه ده، بسازی روانه ده، سرکونه جوړیږي، ویلې پخېږي او دغه سه کارونه روان دي. نن موږ هم د کابل ښار یوې برخې ته راغلي یو چې هلته کار روان دی. دا د چارې قمبر څخه نیولې او تر شهرک زاکرین پورې سرک دی چې کار یې په چټکۍ روان دی او تاسې عملا چارې ګورئ چې انجینر صاحبان او ټول خلک مصروفه دي او په دغه سرک باندې کار کوي. راغلي یو په دې خپرونه کې مو وغوښته چې د دغه سرک چارې په تصویر باندې وباسو او تر تاسو یې در ورسوو چې کار څنګه روان دی او څومره کار مخته تللی دی. ماشاءالله بل ځل چې موږ راغلي وو کار پاس سرک ته رسېدلی وو شهرک زاکرین پورې، نو اوس به هلته هم لاړ شو. دلته به هم له خلکو سره خبرې وکړو چې څومره خوشحاله دي چې د دغه سرک چارې په چټکۍ سره روانې دي. له انجینر صاحبانو سره به هم د انجینرۍ له برخې په هکله پوښتنې ولرو او ورسره خبرې به وکړو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او دغه خپرونه وګورئ. خدای مناسب کړه ازادي ولسا د صرف باید نظام راغلی ساتو په ځان له ناشکري قدرمن لیدونکو. اوس حال کې د دغه سیمې هغه سپینګیري ځوانان او مشران دلته راټول شوي دي او د دغه سره کار شروع سوی ده بعد له ډېره وخته او څومره سهولت ورته رامنځته کېږي او څه نظر لري؟ ټول سره خبرې کوم. په لومړي قدم کې باید صاحب ته ورسم. ای صاحب، که ځان راته معرفي کړي. السلام علیکم، زما نوم فاروق دی، د منطقې اوسېدونکی یم. د دې کار نه موږ ډېر خوشحاله یو الحمدلله. دغه منطقه کې کله چې اسلامي امارات غلی دغه د آبادۍ کارونه شروع کړي دي، خدای زموږ د وطن ټولې نقطې آباد کړه، خدای د ټول وطن آباد کړه. ځکه موږ د آبادۍ په ارمان وو، د جنګ د ختمېدو په ارمان وو، خدای پاک موږ ارمان پوره کړ. نو خدای اسلامي امارات دې توفیق ورکړه چې نور خدمات موږ ته وړاندې کړه. موږ کوڅې پخې شي، موږ دلته د کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، شفاخانه نه لرو. یعنی هغه اولیا ضرورت چې خلک ورته ضرورت لري دلته چې کوم کار نه دی شوی، اولین د آبادۍ کار چې دی همدغه سرک دی. موږ ډېر ورته خوشحاله یو. ډېره زیاته مننه. زه چې ګورم ټول خلک ډېر زیات خوشحاله دي. ستاسې ذهن کې به داسې ګرځېده چې دا سرک به جوړ شي او که نه؟ یاره مخکې خو هم داسې تصور هم نه کوه کله چې د سروي وشوه، موږ هم د یقین نه راتللو. کله چې عملي کار شروع شو، آبادي شروع شوه، بیا وروسته یقین راغی چې الحمدلله په اسلامي امارات مشرانو کې اراده یې موجوده ده چې د وطن دې آباد شي. او په یقین سره د ټول خلک به یقیني شول چې یعنی اسلامي امارات غواړي چې وطن کې آبادي راشي او خلکو ته یې سهولت ایجاد شي. ډېر زیاته مننه. تاسې ته هم راګرځو ټولو سپینګیرو سره خبرې وکړو. تاسیم که ځان راته معرفي کوي. وکیل د ګذر نورالله فیضي نوم یم. او موږ د اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو په دې باندې چې دغه کوم سرک چې تاسو وینئ د موټر کار کوه او آبادي غلې ده. لیدونه تنازه نه بلکې دغه د ولس خلک ټول ته خوشحاله دي.
وكيل صاحب تاسو ته بهتره معلومه کې د خلکو دغه خوشحالي او د همکاري درته وایي چې خلک څومره همکار دي دولت سره او څومره خوشاله دي خلک زخت ډیر خوشاله دي دولت څخه په دې خاطر باندې دغه مسیر سره چې تاسو ویني دا مسیر سره په ډیر مدته زمان کې د جوړ شوی نه و کله چې اسلامي امارت راغی نو دغه سره کې جوړ کله دونه خلک ډیر خوشاله دي او خلک هم ولسم دونه ډیر رضایت کوي ډیر زیات من لدی مخ کې خلک لکوم مشکلات او لکوم ستونزې سره مخامخ ودلته دا ته خلک ډیر ستونزې مخامخ دي دلته مکتب نشته په دوه ساعت کې دا سایه لګلره ساده دي اخرنه نو دغه سره چې فلم دا مسیر تیریږي لکه شمال او جنوب سره وصلې وي دونه خلک زخت ډیر رضایت کوي ډیر زیات من لتاس څخه ستاس نظر مو وخت دلته بس تاسو له هوادوالو دوستان سره خبرې وکړئ فرصت یې وګڼو فرصت ری اوس هم قدرمن لیدونکو له ټول دوستانو سره سپینګیر سره بلاړ شو د سړک مینځ ته راځئ مهرباني وکړئ تاسو هم مهرباني وکړئ راځئ اغا حاجي صاحب خبرې هم پاتې شوې له هغوی سره به خبرې وکړو ویل کېږي چې تاسو پخوانی وکیل یاست دغه سیمې شما چقدر خوشحال هستین که سړکتون ساخته میشه طول 18 سال دیگه در این منطقه زندگی میکنیم و بهترین خوشحالی ما همیست که امروز دمی دولت امارات اسلامی الحمدلله سرک های ما و بعض مشکلات هایی که داشتیم چرا حل شد بسیار تشکر چی تغییرات خواهد به وجود آمد با ساخت شدن همین سرک بسیار تغییرات به مردم سهولت فراهم بشه سرک نداشتیم دیگه سرک ما جور بشه مردم به مکتب رفتن میتونست دشتک پشک دمی رای رو موتر یه خرد ولی یه سهولت خاک کاره ولی الحمدلله این سرکی هست که از شمال به جنوب و جنوب به شمال نمی تو وصل است نمی سهولت به کل افغانستان است تن و امانی بسیار تشکر آیشه شما مگه خود معرفی بکنین من یک مسافر مردم یکی خوش هستیم از دولت امارات اسلامی خدا برکتش بده که نم سهولت جور کده سرک ما را جور کده بسیار سهولت آمده بر ما یک جهان تشکر بسیار تشکر از این پیش با چی گونه مشکلات شما سر از این پیش را بندی بود دیگه موتر نمی آمد کوچا تنگ بود سرکش نبود حال ویخی سهولت آمده ویخی خوش هستیم از این امارت اسلامی از سرکش از کارکردهش ویخی حق به حق داشت بسیار تشکر انشاءالله که تغییرات دیگه به وجود خواهد آمد مردمایی که خانهشان رفته در این سرک مردم هم رضایت دارن انشاءالله مردمای خانهشان رفته پیسه گرفتین کلش خوش هستن کلش بسیار خوشحال هستن با واقع دمی تو عدالت برجا شده واقعا هم قدرمون لیدون کل کسنگ از تاسی گوری سپنگیل زوانان طول را طول دی او د خوشحالی اظهار کوي آیسه شما پیش میان صحبتای شما را هم میداشته باشیم خدا اگه معرفی بکنید به بینندگان عزیز ما حبیب رحمان باشنده همین محل است ما رضا هستیم از امارات اسلامی خدا رضا باشد دیگه گپ از زیاد یاد ندارم گپ همین موتر از شارت کرا میکردیم به اینجا به 500 هم میامد در رو دزی نکنند پیسه من نگیرد چیز دیگه نکنند اینه خدا خو میفهمم اولی اینه دز هم گم شده چرسی هم گم شده پودری هم گم شده این با واقعیت میگیم ما رضا هستیم خدا رضا باشد بسیار تشکر از شما آیس صاحب شما صحبت اگر داشته باشین خود معرفی بکنین بسم الله الرحمن الرحیم ضیاء الحق نام چقدر شما خوشحال هستین که این سرک ساخته میشه ان شاء الله همگی مردم راضی است که این سرک جور شده این سرک عمومی است میگه مسجد بیرون کو سرک آب این برای مردم بسیار خوب است که سهولت آمد خانه‌هاش قیمت پیدا کرد مردمش رضایت دارند نمی که خانه‌هاش خراب شد اگر 100 نفر خراب شد 10 میلیون نفر دیگه از این بارمند میشه سهولت برشان آمدد چون این که خوشحال هستن همه که ما نه که فرض کنیم یک ما کل مردم صفات شمال یا جنوب همه که راضی سن الحمدلله که اینمی سرک جور میشد سهولت بر ما میاد همه که امکانات بر ما میاد اول اگه خود معرفی هم بکنید اصلا جمشید است ما چردی کابل هستیم اینمی جک دیگه یک دکانه که خشته با حال به منطقه چاره خمبر در این 20 سال یا پیش از او گفته می شده ایجا کدام نظر صورت گرفته بود کدام توجه صورت گرفته بود پیش از او خونه گرفته بود حالا خود گرفته که سرک جور شد ما خوش هستیم خیلی بینه بازم یک مدرسه مثال که میجه مکتب
لما ما بدر سك مشکای ماي ميرن چاراي نمي بدر به ما خيلي خوب ميشه خانواده خود در كل خوشحال هستن به خاطر آبادی به این نسل به نسل آینده و اگر این بتونه مثلا یک خدمات دیگه در مقابل سرکم بده خوب است این حال زن مردم یک مریض میشوند باید به شهر بروید نمیشه که یک کلینیک باشه مکتب باشه هیچ شکایت مردم به چاره نروه این همی خودش یک سهولت دیگه در کنار عزیز این همی خدمات که انجام بدن دیگه هنوز بهتر میشه 100% ان شاء الله با امید موفقیت بیشتر تشکر زنده باشین واقعا هم اطفال هم بسیار جات خوش هستن که سرک ساخته میشه و به یا هم سهولت بسیار از فراهم میشه و میتونن به راحتی به مکتب برن راځي د خپل وطن پالنا وکړو د زخم زړه درمان خب بینندگان عزیز شما نظریات مردم را هم شنیدید اونجا برادر دیگه مو مسیام صحبت میکنن سلام وقتتون بخیر خدا معرفی بکنید علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم محمد اوصف محمدی هستم باشنده امی قریه اسلام آباد چقدر از بازسازی سرک خوشحال هستید از بازسازی سرک 100% راضی هستم ما در سابق مثلا یک شب مریض پیدا میشد دیگه موتر نداشتیم مجبور میرفتیم یک موتر کرا میکردیم میاوردیم در شب هم قبلا کاکای ما هم ذکر کرد که از دزدی و گپا مردم رنج میبردن بگو لبید این سرک جور شوه شب روز اینجا موتر رفت آمد داره ما میتونیم به 20 رو به 40 رو پد بشینیم بریم به هر شفاخونه که خواسته باشیم پاهم شویم دیگه خیلی پیشرفت های چشمگیری داشته در هر جایی رفتیم چوکا پیاده روا همه جا کار جریان داره بسیار زیاد تشکر از شما سلامت باشید او تاسی دی غاری تا گوری چی خلق ولار دی او دیر زیاد خوشحال دی دوی دل پر ولار دی چی دا کارمندان چل تا کار کی دا خلق چل تا کار کی دوی تشویق کی او دوی تم یو روحیه ورکړي او خپل دل پر خوشحال دی چې دلته سرک جوړیږي ان شاء الله چې نور بدلون هم دلته رامنځته کیږي دغه ځوان سره به هم خبرې وکړو خدای معرفي کړو له اسم محمد اکرام باشنده ولایت کابل چقدر خوشحال هستی که سرک تان ساخته میشه ډیر خوشحاله چې دلته سرک جوړیږي مخ کې دینه چې دلته موږ ته سرک نه موږ یا به پلاره کې ډیر مشکل و چې راتللو دلته د امارات اسلامي چې دغه وخت راغلی دلته ډیر پیشرفت شوی دلته سرک جوړیږي اوس او موږ ارزو لرو چې دلته یو کلینیک او یا هم یو مکتب موږ ته جوړ ډیر زیاته منه له دې مخکې چې په مکتب ته تللی او یا داسې سودا پسې کته کیدلې له څومره ستونزو سره مخامخ وی ډیرې ستونزې وې یا به مخکې یا به اوس ښه ده اوس چې سرک جوړیږي بیا موږ ته اسانه کیږي تلل هم کولی شو یا موټر کې لاړ شو او هغه وخت چې دلته سرک نه و جوړ دومره سهولت نه و اوس چې سرک جوړ شي بیا سهولت هم ډیریږي او موږ د دوه تلان زه پورې ډېر مسله ډېره زیاته مننه تاسو ته قدرمن لیدونکو دلته هم کار جریان لري کار روان دی با مدن امارت اسلامي کار ای سرک آغاز شده و عملا شما میبینید که کار جریان داره انشاءالله که بالا هم میریم سرک تا یک اندازه کارش اتمام هم کرده و به اتمام رسیده با ما باشین شما هم تصاویر ای ساحه را ببینید راځي د خپل وطن پالنا وکړو د زخم زړه درملنا وکړو راځي چې قدرمن لیدونکو تاسو د خلکو خبرې واوریدلې چې ډیر زیات خوشاله ول چې دغه سرک کار ډیر چټکی سره روان دی هلته پاس راغلو زما بګراوند کې ګورئ چې د سرک چار روان دي د انجینرۍ له اړخه یې پوښتنې له انجینر صاحب څخه کوو چې دغه ساحه به څومره وخت کې کارونه ختم سي او عرض څومره دی او څومره طول لري انجینر صاحب لومړی قدم چې ځان ته معرفي کړي انجینر عبدالباقی احمد زه هستم یک تن از انجینرای پروژه شرک چاره قنبر الله شرک زاکری بسیار تشکر انجینر صاحب در باره همی سرک اگه میشه معلومات کلی را با ما شرک این سرک از شروعش از چاره قنبر است ختم میشه همی کوتل خیرخانه یا شرک زاکری میگه که طول 7.650 متر طول داره و عرض 30 متر داره که در باز قسمت های از این کار شما که میبینید تصویر که کتنگ و فلنگ یه چیزا جریان داره و در طول 3 کیلومتر شا که از قسمت تپه شروع شده الان شرک زاکرین ختم شده ما قیریزی نمودیم بسیار خوب فقط علی این ساحه که ما شما هستیم عزیز سرک کتنگ شده نه؟ بله طرف پایین رفته داره بولی همین جای کار روان است معلومات بتین چقدر پیش رفته کار؟ خود این قسمت تقریبا در حدود 40% کار پیش رفته
فعلا انجینرهای که امروز شما هستن تمامش دیگه افغان هستن تر از خود شما هستن؟ خود انجینرهای از این کشور خود ما شما هستن که هم دیزاین میکنن اما کار مطابق دیزاین از او نقشه در ساعت تطبیق میکنیم. ما انجینرهای صاحبی هستیم که این در حدود 7-8 انجینر کار میکنن انجینر از کارهای گپا کنترل. معلومات بسیار خوب را با مردم و با ما شریک ساخته. تشکر. اگر در رابطه بازی بگین که هوا سرد شده بود کارهای شما کدام کارها رو شما پیش میبردین از لحاظ انجینری قیریزی و پختکاری خو در هوای سرد نمیشه؟ پیش از اینکه هوا سرد شد ما در طول 6 کیلومتر کنکریت ریزی کردیم جوچه های کناری سرک و 3 کیلومتر قیریزی کردیم. با سرد شدن هوا کار قیریزی و کنکریت ریزی ما بند شده اعلام سرد شدن هوا که انشاءالله هوا شما شاید صبح بگه صبح خوبتر شده که ما و کانکریتیزی و یا پارجور میکنم و قریزان به تقریب ازی هست و فعلا نمیگه که شما میبینید که کار بدنسازی سرک جریان داره. قدرمون لیدون که تاسی هم در دغه پروژه در کار تصویر نو گره لمون سر و سید پتنگو تنگو چنارو نو بانده چنم یه خوب لگی پشندو بانده راځي چې تاسې اولې سترې جوړ کړو چې نوم یې خوب لګي په زړونو باندې. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ دا کوم بل هیواد نه دی، ګران افغانستان او ګران کابل دی. ماشاءالله د کابل په هره برخه کې کار روان دی او ورځ په ورځ د آبادۍ د ښیرازۍ خبرونه تاسې اورئ. دا هم هماغه سرک دی له چرې خمبر څخه نیولې او در شهرک زاکرین پورې چې کار روان دی. خو دلته غرونه ډېر زیات دي، د خنډونو د له منځه وړلو لپاره دوی مجبور دي دغه لوی غرونه ځو کړي یا یې تیږه وړه کړي. نو دلته هم تاسې ګورئ چې مختلف نوه ماشینریانې دي چې فعالیت کوي کار کوي او هغلته زموږ یو ورور ولاړ دی، هغه سره خبرې کوو. له موږ سره واوسئ. بلوم را تا وخت لګرانه سیف الدین ما څومره خوشاله چې دا پروژه کې کار کوي؟ خوشاله ما ډیر زیات. او تاسو اجل خلک باید خوشاله اوسئ چې دا بنیادی کار روان کړی دا خلکو ته دا چې دا ډیره فایده لري. څومره وخت کېږي ته مصروف یې؟ یو میاشت کېږي. کار ښه روان دی؟ شکر دی، ښه دی، فضل خدای دی. دا کوم کار چې ته کوې دته څه ویل کېږي؟ دا برمې وهو دا تیږې ماته وچې ده چې کمر زور ونه رسېږي موږ یې برمه کوو. ډېره زیاته مننه تا مزایم کېږنه. دا غر چې ګورئ تاسې، دا غر په اسانۍ باندې لرې کېدای نه شي او دغه خان چې واقع سوی د سلک لپاره ډېر په اسانۍ سره له منځه نه ځي. نو دوی بېلابېل ماشینریانې ورته راوستې دي او په کار باندې دلته بوختې دي. تاسې ته ګورئ چې مختلف نو ماشینران او انجینر صاحبان دلته مصروف دي. واقعا هم ما و شما در طی 20 سال هیچ نوع آبادی را ندیده بودیم و همچون آبادی که حال روان است به سطحی که باور بسیار از مردم نمیشه. چشم انسان اشک میریزه که آبادی وطن خود را میبینه. فعلا جنگ نیست، خونریزی نیست، قتل نیست، برادرکشی نیست، قوم پرستی نیست. فعلا وقت وقت آبادی است، وقت بازسازی است، وقت آبادسازی کشور است، آبادسازی وطن است. حال زمان نیست که کشورهای بیرونی و یا دست نشانده های کشورهای بیرونی در کشور ما دست اندازی بکنن و یا هم تخریب بکنن. رازی چه بیاسنی جنت ری جور کرو یو کردمین محبت ری جور کرو یو کردمین محبت ری جور کرو. راځي د خپل وطن پالنه وکړو د زخمی زړه یې درملنه وکړو. راځي چې بیا سني جنت ترې جوړ کړو یو کور د مینې محبت ترې جوړ کړو یو کور د مینې محبت ترې جوړ کړو. قدرمن لیدونکو تاسې د چرې خمبر څخه تر شرک زکرینو پورې هغه سرک ویل د چرې ډېر په شرکۍ سره روانې وې. اوس هم د فاضل بیک څخه نیولې بیا تر دشت برچي پورې هغه سرک چې رغول سوی ده
او اوس خلق ډیر په اسانتیا او ډیر له ښه سهولت سره مخامخ شوي دي. دلته هم له خلکو سره خبرې کوو چې دوی څومره له سهولت سره مخامخ شوي دي او څومره خوشحاله دي. له مشرانو څخه یې شروع کوو. السلام علیکم وایي صاحب، جوړې کراري ده، تاسو ټولو ته د سلام ورسیږي، ښه راغلاست تاسو وایم. وایي صاحب، کوم لري قدم کې خپل ځان راته معرفي کړئ. والله نوم مې سید رحمان ده، اوسېدونکی دي د فضل بیګ د منطقې یم. وایي صاحب، څنګه ده سړک؟ هم چې راغول شوی ده سړک هم ډېر ښه ده. نام مې خدای موږ ډېر خوشحاله یو، ځکه چې موږ ضعیفان وو، داسې تګ راتګ موږ ته مشکله وو. سلا د موټر ده، سړک پوخ ده، موټر ډېر راځي، څنګه به خوشحاله راحتۍ تګ راتګ بېخي په راحتۍ. ډېر زیاته مننه. تاسو هم که خپل ځان راته معرفي کړئ. اول خو ستړي مه شئ. السلام علیکم، ما وکیل زمي منطقه صاحب، نام ما نور آغا است، وکیل منطقه مستمک. دیگه مردم ما با توکل خدا بیاری خدا از دولت امارت اسلامی ما بسیار خوش است، از شهرواری کابل، ریاست نایی پنج و همکارانش. این سرک بر مردم خیلی بر مردم آسوده تمام شد. دقیقی این سرک دیگه پروژه‌ای که ما اینجا داشتیم زیر کار روز 4.5 صد روپا میداد، پای 600 نفر ما در کار شد. دیگه سرک ها پخته شد، کوچا دیگه این سرک ما با توکل خدا بیاری خدا دستر چیزی کم دستر میرسیده. دیگه این خانه‌ای که در سرک رفته بود اونا هم کارایش آخر است، یک چیزی شپایسا داده و دیگه کارایشون هم دراز هم چال آوام دستر میرسه. دیگه این مسئله دی زمین ها، زمین هایی که اطلاع از خودم هست، دیگه می وطندار هم یا که رفته یا هم انشالله کارایشون در جریان است، به توکل خدا هم کارایشون در آم میره. امیر کسایی که آبادیش هم رفته، زیادترش کارایشون در آم رفته، پیسوشون داده شده و دغام جریان داره که کارشون تکمیل شه، دغاشون میته او کارای زمینا هم کلش د جریان است. مشاله به توکل خدا پیسه جوړ میته. د بین دو خاطر خو شو کس هستن که خانه شون هم رفته باشه، ولی باز هم رضایت نخوشه بودن همجا بدن او ولا همجا چند تا بدن او رضا دارن تو مشکلاتشون حل است. مشکلشون مشاله چی نیست، روز برای مشکلاتشون حل میشه. مشکلاتشون بسیار تشکر از شما. خیر بلند، سلامت باشین. السلام علیکم. سلام علیکم. خیر خیر ان شاء الله. خپل ځان راته معرفي کړئ. امام محمد عابد د مسجد نبوي کې امام یو، د سرک په تیریدو موږ ډیر خوشحاله یو. واقعیت دی دغه منطقې خلق مخکې ډیر په مشکلاتو کې وو. د دو منطقې یوه لاره د پازل بیک دی خواه یوه د نیاز بیک دی خواه. هغه دست بود و خامه سره کو خلق راتلل، مریضان یې په وخت سره شفاخانو ته نشوای رسولی. اوس الحمدلله ډیر سهولت شده، خلق ډیر ورته خوشحاله دي. او موږ بل خصوص د ښاروالۍ نه 100% راضي یو. کارونه یې الحمدلله ډیر ښه مخکې تللي دي. داسې په اسلام کې د لارې په خاطر که چیرته یو جومات هم په مخکې راشي، کیدای شي جومات ورته وران شي او لاره تیره شي. لاره په اسلام کې ډیر اهمیت لري. تر دې مخکې چې دا سرک جوړ نه و، د دغې خلک به له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و؟ ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ. ما وخت هم درته ویل چې دغه منطقې بیخي لاره نه لرله. باور وکړه د پازل بیک د کوڅې د خوله یا د نیاز بیک نه به خلک راتلل. داسې خلق زه څو ځله هم داسې ماته پېښه شوې ده، کله چې ما در بس موټر نیولی دی دائم د خلق اکثر به د موټروان سره جنجال، موټروان به جنجال کوي چې دوی لاره موږ راوستو، کرایه به دوه چنده درې چنده د خلق نه اخیسته، ځکه لاره به خرابې وي. ډېر زیاته مننه تاسو. سلامت رمضان خیر اوسه. ای صاحب، ستړی مه شئ، جوړې خیر خپل ځان دکه لیدونکو ته. زه حاجي پشنګل د وردګ د ولایت یم، پیلندلته اوسېدونکی یم. ای صاحب، ته زموږ مشر یې، د مشرانو په صفت تاسې د ځوانانو لپاره د خلکو لپاره څه پیام لرئ چې د وطن په ابادۍ کې څه ډول ونډه وکړي؟ خو دا خو نو واقعیت دی چې آبادي خو نو آبادي ویلې نه خرابي. خرابي خو نو هر چېرته چې خرابي وه مغسې به خرابي وي، نو آبادي خو دا خو معلومداره خبر ده چې آبادي خو نو خدای آبادي ورته ویلې ده. نو دا سرک د دو خلکو دپاره ډېر ښه او ډېر آبادي. آبادي شوان خو به آبادي ده. نو غواړي چې په آینده کې هنوز د موږ نه ټیټ نسل خدای به رحم وکړو هغه هنوز آبادي پیدا شي. آی صاحب، شما هم خود معرفی بکنید، وقتتون بخیر. اسم شاقل اندر ولد میرآبدین، ولایت میدان وردک، منطقه کنکمار جای ماست. یک نظر از شما فعلا اینجا زندگی میکنیم. نظرتان در رابطه نظر خوبی کاری نیک است، بسیار برای مردم سهولت پیدا شده. شاروار صاحب قابل قدر است. تاسیم که زن معرفی کنید؟ دمانم محمد منیر دی پغمان دی ولسواره اوسیدون که ایمه. خب پینن دلتا پازل بیکی اوسیگم. ماشاءالله په دغه سیمه کې مختلف قومونه او مختلف خلک اوسیږي په اتحاد کې. بالکل شته، هر قوم هر نژاد په دې پازل بیک کې اوسیږي. په دې خاطر دا پازل بیک ډیره لویه ساحه ده او ډیر قومونه ډیر خلک دلته راغلي دي، له اطراف نورو ولایتونو
دلته ډیر خلک وسی ار ار کور یو بل سره یو پیوند یو رشتہ د دغلری د دوستی او د مسلمانۍ له طرفه بس یو بل سره کومک کوي خیر سي ډیر زته مننه خیر تاسو نه تاسو هم کزان معرفي کې قدرمن لیدونکو ته حدی لال ګل د همدې منطقې اوسیدونکو مې د کابل د چاردی له تاسو نه ډیر سلام دي تاسو ته او نور هم کارانو ته دي خره خلاص وایم منګل دغه باسازی نه الحمدلله په ګرس ولایتو د افغانستان کې هم داسې باسازی روانه ده او ان شاء الله دا خدمتګاران بس د باسازی لپاره هغه سبي دي منګل ډیر خوشاله دي د منطقه هم ډیره خوشاله ده د منطقه خلک د هر ولایتو دي خو با اتفاق با اتحاد ډیر ښه کلی کورونه دي دلته منګر دې همکاري نه او دې سرک سازی نه ډیر خوشاله یم ډیر زیات مننه ایسب سلام دې ورسې شما خو سن ساعت خو اگر خدای مرشی وکړم به ولا نوم سید اسلام از د این منطقه فاضل بیگ زندگی میکنه د این منطقه چقدر وخت میشه بوده باش میکنه اینجا 4 سال سرک برای مردم خیلی فایده کده با سرک نداشتیم 4 سال مده 7 سال دادیم از زندگی میکردیم تا که سرک جور شد بازی جا اومده مینال 4 سال میشه که جا اومده فاست به خاطر راه نداشتیم از فاضل بیگ میامدیم از رای چی دکان اوجی میگه کوچه ده کوچه میامدیم رای موتر نبود بسیار به مردم مشکل تمام میشد و خلاصه می را اینجا جور شد ما بس کوچه ما بودیم اینجا بسیار زیاد تشکر از شما شما به سلامت باشید نو قدرمون لیدونکو د مشران خبری مو هم واردلی او دغه دوستان شل تر توسی ول د باسازی او دغه سرک د جوړول پاک لای نظریات تاسو واردل خلک ډیر زیات خوشاله دي هر جیس هر چی ته چې آبادی کیږي او یا هم سرک جوړول کیږي نو هر مسلمان او هر عام وطن زمونږ ورته خوشاله کیږي قدرمن لیدونکو زمونږ خبرونه هم ته پات رسیږي په دې لاره چې تاسو د پام وړ ګرځدلی دا خبرونه بیندگان عزیز شما تصاویر مختلف را و همچنان کارهای پروژه سرک تری چاری قنبر الا شهرک زاکرین را دیدیم امید است که مورد پسندتان قرار گرفته باشد تا برنامه بعد شما را به خدای یکتا مسپاریم هر جایی که هستیم خوش و خندان باشید